اینجا محل بنیاد غیر انتفاعی مالتزر، کانونی برای حمایت از مهاجرین و پناهجویان است، جایی که بهروز اسدی مدیریت آن را به عهده دارد. بهروز اسدی تا کنون بارها سفرهایی به یونان و ترکیه برای کمک به پناهجویان داشت. او روز گذشته از سفر به اوکراین بازگشت. بنیاد مالتزر توانست در مدت فقط چند روز چندین کامیون لوازم ضروری از جمله دارو به اوکراین اهدا کند. به سراغ آقای بهروز اسدی در دفتر کارش در بنیاد مالتزر به شهر ماینز می روم تا با او گفتگو کنم، اما تلفن او مدام زنگ می خورد و همه خواهان گفتگو با او هستند، از شهردار ماینز تا رسانه های آلمانی و ایرانی. پس از نزدیک به یک ساعت نوبت به ما می رسد. از او درباره چگونگی جمع‌آوری کمک و سفر به اوکراین پرسیدم. شما دیروز از اوکراین برگشتید. میخوام خودتون توضیح بدید که چی کار کردید و چگونه بود اوضاع در اونجا. کاری که ما کردیم در واقع اقلام اهدایی و بشردوستانه مردم آلمان که به فراخوان ما پاسخ مثبت داده بودن، اینها رو به درستی برسونیم دست مردمی که در اوکراین هستن. به خاطر همین اون چند روز که من اونجا بودم 40 تن مواد غذایی، تجهیزات پزشکی، دارو و لوازم خوراکی به ویژه برای کودکان، کیسه خواب، امثال اینها رو ما به دست در واقع سازمان‌های بشردوستانه و در واقع کسایی که در رابطه با مسئله اوکراین در اوکراینی که اونجا کار میکنن رسوندیم که اینها از طریق در واقع غرب اوکراین به داخل شهرهایی که الان جنگ زده هستن، کیف یا خارکیف میبرن و اونا رو تقسیم میکنن. بر مبنای این بعد از اون 2 کامیون دیگه در مجموع ما 106 تن دارو، به ویژه در کامیون آخر که 40 تن بوده بیش از 2/3 فقط دارو، در واقع اینفوزیون، آنتیبیوتیک و داروی ضد درد بوده که ما تلاشمون بر این هستش که تمام این دارو به بیمارستان‌ها و مکان‌های درمانگاه‌های اونجا رسیده بشه که بتونن به مردم خدمت بکنن. این حجم از دارو و موادی که جمع‌آوری شد چگونه جمع‌آوری شد و چند روز طول کشید؟ آیا آلمانی‌ها خیلی خوب استقبال کردن؟ بله، آلمانی‌ها بسیار استقبال کردن. 6 روز هست که ما این فراخوان دادیم و بلا و حجم کمک های بشر دوستانه چنان زیاد هست که ما اصلا قدردانی هستش از مردم آلمان. بله، چگونه بسته‌بندی کردید اینا رو در عرض مدت کوتاه؟ بیش از 30 نفر روزانه اینجا کار میکردن که بتونن اینا رو بسته‌بندی کنن. و داوطلب همه این کار داوطلبانه بوده و تمام این کارها رو با بیش از مثلا دیروز ما اینجا کامیون بار زدیم با 65 آدم که به صورت زنجیره‌ای جنسا رو می‌گرفتن می‌ذاشتن تو کامیون و در عرض 3 ربع ساعت ما تونستیم یک کامیون 40 تنی پر از مواد که مردم به ما داده بودن به صورت چیز کارتون اینا رو وارد کامیون بکنیم، بسته‌بندی می‌کنیم که الان به طرف اوکراین در حرکت هستش. آقای اسدی، شما نزدیک به 4 دهه در آلمان هستی، درسته؟ منم تقریبا نزدیک به 4 دهه میشه، 37-8 سال. من تا کنون چنین همبستگی ندیده بودم در جامعه آلمان، چه در جنگ خلیج، چه در جنگ افغانستان، داعش، حتی سوریه که آلمان بیش از 1 میلیون سوری رو پذیرفت. شما فکر میکنید این همبستگی در این شرایط برای این مسئله به چه دلیله؟ یکی از دلایل اصلیش کشور اوکراین با کشورهایی که با اتحادیه اروپا هم مرز هستن هستش و اونا میگن که ما به خاطر همبستگیمون، به خاطر که همسایگیمون، خیلی آدمایی که در مرزهای بین اوکراین و لهستان هستن به هر دو زبان مسلط هستن و صحبت میکنن و اینکه میگن آقا جون اینها بخواستن به اتحادیه اروپا بیان و اینها جزء اتحادیه اروپا بودن، ما اینا رو قبول کردیم و ما میگیم بسیار عالی، خیلی هم خوب و این همبستگی واقعا یک چیز استثنایی هستش. اما در این حال خیلی کسایی هستن که در اوکراین هستن که باید توجه هم به اونا داشته باشین که اینها هم اینجا طبق قانونی که در رابطه قانون بهش میگن خطوط اساسی اتحادیه اروپا در رابطه با پذیرش که
انسان‌هایی که مجبور هستن کوچ اجباری بکنن این کوچ یا مثلا اکسیدوس بهش میگن اینو بپذیرن و در مورد اونها هم اجرا بکنن و تمام تلاش ما از دولت آلمانی هستش که این پناهجوها را پذیرا بشن و به کشورهای بقیه اتحادیه اروپا لهستان و بقیه به خواستار بشن که طبق این قانون با پناهجویان رفتار بکنن و رفتار باید برابر و مساوی بشه. سپاسگزارم. سوال آخرم، آیا باز هم برنامه‌ای دارید که 100% به خاطر که مردم روزانه اینجا کمک‌های بشردوستانه‌شون رو میارن، دارو میارن، لوازم گرم کننده میارن، چراغ قوه میارن، هر چی که شما بگید که احتیاج هستن. احتیاجات ما بر مبنای درخواست کسانی هستن که در اوکراین هستن، اونا به ما میگن چه چیزی احتیاج دارن، ما اینو تهیه میکنیم و سعی میکنیم که به دستشون برسیم. بله، و در روزهای آینده کامیون‌های دیگه از اینجا به طرف اوکراین حرکت خواهد کرد. پس لطفا بفرمایید، شاید دوستان ایرانی هموطنان هم بخوان کمک بکنن، بفرمایید که چه چیزهایی احتیاج هست. کمک‌هایی که طبق صحبتی که ما کردن، این یکی این هستش که دارو اگر داشته باشن، لوازم بهداشتی، بعد کیسه خواب یا متهای یا پلاستیکایی که میتونن روش بخوابن که عایق باشه، اونا رو میخوان. بعد مواد غذایی مشخص، من جمله گفتن آقا مواد مشخص، شکلات انرژیزا به خاطر که غذا گیرشون نمیاد، یا غذای کودکان، این خیلی مهم هستش. چراغ قوه گفتن میخوایم، باتری گفتن میخوام، و در واقع وسایل گرم کننده که میتونن به برق بزنن اگر برق باشه و گرم بکنن، به خاطر که خیلی از این انسان‌ها مجبور هستن برن مخفیگاه‌ها و این مخفیگاه‌ها بسیار سرد هستش و این چیزی بوده که از ما خواستن. پتو تقاضا کردن، لباس و اینا دارن، اینو باید گفت، ولی به خاطر هم ما لباس و کفش اینا رو جمع نمی کنیم، میگیم آقا لطفا اینا رو در پاکت ها یا کارتون های مختلف بذارید و به دست ما برسونید. سپاسگزارم از شما. خواهش میکنم.